نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه 27م، 28 و 29 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی با تاکید بر این نکته که حرج و مشقت که سبب جواز روز نگرفتن می شود فقط شامل بیماری نیست فرمودند البته بیماری در آیه 184 سوره بقره مورد اشاره قرار گرفته و هر کسی از شما مریض یا مسافر باشد به شماره آن پس از روزهای غیر از ماه رمضان روزه بگیرد اما گاه انسان بیمار نیست اما در صورت روزه گرفتن دوچار حرج و مشقت می شود و چون در آیه 78 سوره حج آمده و در مقام تکلیف در دین بر شما مشقت و رنج قرار نگرفته است لذا چه در نماز و روزه و چه سایر احکام در صورت حرج انسان می تواند آن را انجام ندهد معظم الله در رابطه با یکی از مصادیق حرج فرمودند مثلا دخترهایی که تازه به تکلیف رسیدند و دارای بنیه ضعیفی هستند اگر نه فقط یقین بلکه حتی اگر ترس ضرر در صورت روزه گرفتن وجود داشته باشد میتوانند روزه نگیرند و اگر توانستند در ایام سال غذای آن را به جا آورند اما اگر نتوانستند در طول یازده ماه سال غذای آن را انجام دهند در ازای آن اگر خودشان پول دارند برای هر روز سه ربع کیلو نان به فقیر بدهند و اگر خود دختر پول ندارد نیازی نیست که پدر او فدیه را پرداخت کند و میتواند به جایان آن استغفار نماید ایشان در رابطه با حکم روزه برخی از بیماران فرمودند افرادی که دچار بیماری هایی نظیر بیماری کلیه و دیابت هستند و نیاز به مصرف دارو و نوشیدن آب به صورت مرتب دارند در صورت که پزشک اجازه دهد که داروها را شب مصرف کند میتواند روزه بگیرد و به مقداری که نیاز دارد آب بنوشد اما اگر نظر پزشک این باشد که حتی دارو در روز مصرف شود می تواند روزه خود را افتار نموده و داروها را مصرف کند و پس از ماه مبارک رمضان اگر توانست روزه خود را قضا نماید در غیر این صورت با یک فدیه پرداخت نماید آیت الله لزمان شیرازی با تاکید بر اینکه کسی که به خاطر بیماری در ماه رمضان روزه نمیگیرد فدیه ندارد فرمودند اما چهار دست از افراد در صورت روز نگرفتن بایستی با فدیه پرداخت کنند که عبارتند از پیرمرد و پیرزن فردی که دارای آتش شدید است زنی که زایمان او نزدیک است و زنی که بچه شیر می دهد و در صورت روز گرفتن به خودش و یا نوزادش ضرر وارد می شود لذا این چهار دسته می توانند روز نگیرند اما در قبال آن باید فدیه پرداخت نمایند و برخی از این چند دسته لازم است که روزه خود را قضا نمایند و چنان چه قضا نکردند بایستی دو فدیه پرداخت نمایند با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم و صاحب دو تا مسئله جدا ذکر و رو گذاشته من به دعا عطش یکی نه مریض نی اما نونباس آجر آجرپزه ایناست ماه رمضان یه جاییه که آها آه, آه نه نه اینکه داخلش مشکل داره از شدت گرما تشنه میشه ها این آب میتونه بخوره یک و قدر ضرورت باید بخوره اختلافی نیست این جهت و بعدم قضا یقینا داره و برای خوردن در ماه رمضان فدیه نداره اگه قضا نگرفت فدیه داره که دو تاست یکی داخلش مشکلی داره که عتش پیدا میکنه که اون سه مسئله خلاف عرض کردم یکی که نه عارضی شده فدیه باید بده چه قضا بکنه چه نکنه زل عطاش فدیه باید بده به خاطر خوردن در ماه رمضان مثل شیخ و شیخه و حامل مقرب و که اینا برای خوردن در ماه رمضان باید فدیه بده بله نه 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 او <سؤال> <الروع> عبارتی داره شبهه این حرف درش اومده اما نه فقط آب حق داره بخوره بله بله بل مریض و مسافر همه مفترات همه مفترات الا ال 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 دلعطاش بله